بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالا من همینجا بازم تأکید میکنم، خصوصا بر جوانها، چه جوانهای حوزه چه جوانهای دانشگاه، تو هر جای دنیا هستن که یه قدری میتونن تو کتب نگاه کنن، مطالعه کنن، برداشت کنن. اول همش هم همین کتاب بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه راجع به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، خصوصا این جلد 22مش راجع به شهادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هست. اینو سفارش میکنم خودتون مطالعه کنید، نه صفحه صفحه، نه یک سطر یک سطر، یک کلمه یک کلمه مطالعه کنید تا یک قدری، یک میلیونوم، یک میلیاردوم کمتر از اون چه در قدرتتون هست از برداشت از مقام پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله خودتون بگیرید. این برای شما مقام، این برای شما آبروی دنیا و آخرت. اولا اینا همه اون چیزی که در دست هست و نوشته شده نیست. یک عالم نصرانی بوده تو ایران قبل 200 سال تقریبا، نوشتن که این در 12 سالگی به مرحله قسیسی رسید، یعنی اون قساوسه بزرگ نصارا به خاطر ذکاوتش، به خاطر مطالعاتش مقام قسیسی به براش ذکر کردن، نوشتن در احوالش. اومدن از ایران، از ارومیه ایران بردن اینو به واتیکان و اونجا تحت تربیت مباشر از کاردینال های نصارا، از قساوسه بزرگ نصارا، از شخص پاپ اون روز دست اونها تربیتش دادن، تربیت شده. بعدم برگشته به ایران، رئیس کنائس بوده، اینجور نوشتن اون وقت. نمیدونم کی این روز قیامت باید پیدا بشه، یکی دوتا مثل شما جوونا، حالا یا جوون حوزه یا جوون دانشگاه، یه جوون مطالعه کن، یه جوونی که وقتشو تلف نکرده اون روز با این قسیس جوان نشسته بحث کرده. این قسیس جوان شده مسلمان شیعه، اسمشو محمد صادق گذاشتن، یعنی مسلمان و شیعه، و این بقیه عمرش را مصرف کرده در هدایت نصارای ایران اون روز که به دستش نوشتن هزارها شیعه شدن اون روز که نه این کتابا بوده نه چاپ بوده. ایشون چند تا کتاب داره، شما جوانا دنبال کنید پیداش کنید این کتابا رو تو کتاب خونه های خطی که تو خونه ها هست و این ورور هست. یک کتاب نوشته راجع به اسلام، چند تا کتاب داره، یکیش به نام بیان الحق. این کتاب در اون زمان ها یعنی بعد از خودش، شاید در 150 سال قبل که تازه چاپ پیدا شده بوده، دو جلدش چاپ شده، یک جلد اول یک جلد چهارم. در احوالش نوشتن این کتاب 10 جلد، 2 جلدش رو من دیدم که چاپ شد، 8 جلد دیگه چاپ ظاهرا نشده. شما بگردید پیدا کنید اینا رو. جلد چهارمش خاص به پیغمبر اسلامه، این محمد صادق که ملقب به فخر الاسلامه، این جلد چهارمش را تخصیص داده به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. این اگر تحقیق بشه همین یک جلد و به چاپ جدید چاپ بشه، همین یکی با پاورقیاش شاید 10 جلد بشه. تو این جلد چهارم بیان الحق یک قسمتیش معجزات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را این عالم نصرانی، این قسیس مسلمان و شیعه شده نقل کرده، معجزات پیغمبر اسلام را. خودتون مراجعه کنید. یک روایت داره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 4000 معجزه داشتن. یه وقتی مرحوم اخوی علی الله درجاته، ایشون سالها دنبال کردن که این 4000 تا رو جمع کنن از این ورور. متاسفانه مرحوم اخوی این کتاب را مثل که ندیدن، چون من بعد از فوت ایشون این کتاب را پیدا کردم در یکی از کتابخونه های عمومی. ایشون خیلی زحمت کشیدن از این طرف اون طرف، کتاب های مختلف که بلکه این 4000 رو جمع کنن با مصادرش، اما به نتیجه از دست رفته خیلیش. این شخص، این محمد صادق فخر الاسلام، معجزات اضافه بر اون چه در مثل بحار و غیر بحار هست نقل کرده نسبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله.